من چهارمین بچه بودم و ناخواسته. مادرم تعریف میکنن که یعنی میکردن که هر کاری کردن از شر من راحت بشن نشد. حتی ممکنه خنده‌دار باشه، میگفت هاون سنگی میذاشتم رو شکمم که تو رو سخت بکنم. شاید از اونجا اصلا من با سنگ آشنا شدم، از تو شکم مادر. و من خیلی بچه شیطونی بودم، لجباز، یک دنده، شاید به خاطر همون هاون سنگیه بوده. در خانواده من کار نشد نداشت، باید کار میکردی و تلاش میکردی. من به یاد نمیارم که مادرم بیکار نشسته باشه. بافنده بسیار ماهری بود. بعد از کارهای روزانه پخت و پزش میشه سر بافتنی. و اینقدر ماهر بود که حتی مجله سپید و سیارم میذاشت رو پاش، مجله میخوند و بافتنی میبافته. پدر من اهل کاشان بود. یادم میاد بچه که بودیم میرفتیم کاشان تابستونا. آخرین بار من فکر میکنم 5 سالم بود که رفتیم اونجا. یک روز ازدحام و شلوغی زیادی تو کوچه بود، من در رو باز کردم چون خیلی شیطون بودم. دویدم تو کوچه ببینم چه خبره، دیدم یک گروهی دارن میان و یک عکس عظیمی رو دوششونه که فکر میکنم مصدق بود. سال 32 بود که دستی اومد و منو کشید تو خونه، در رو بست. این آخرین سفر من به کاشان بود، چون بعد سیل آمد. مادر بزرگ من که اونجا زندگی میکردن آسیب دیدن و دیگه مهاجرت کردن به تهران. یه خونه خیلی زیبا داشتن، تو سردابشون دار قالی بود، زنهایی میمدن هر روز میشستن قالی میبافتن. مادرم همیشه میگفت سیمین از دیوار صاف میره بالا. دائم رو دیوار بودن، با پسرها بازی میکردیم. خونمون پیچ شمرون بود، نزدیک هنرستان کمال‌الملک، که من کلاس تهیه و کلاس اولم و مدرسه خانم بامداد رفتم که چه مدرسه باشکوهی بود اونجا، بدرالملوک بامداد. در کلاس تهیه ما زبان انگلیسی هم میخوندیم. این مال من متولد 27م. بعد کلاس اولو که تموم کردم دیگه رفتیم به منزل جدید در خیابون جاده قدیم شمیران، شهناز 4، که دیگه اونجا مدرسه می رفتم. 10-12 سالم بود، از مادرم خواستم که برم کلاس نقاشی. یه باغ خیلی زیبایی تو خیابون بهار بود، اسم منو اونجا نوشتن. می رفتم توی بالاخونهی نقاشی آبرنگ کار می کردم. چند سال قبل از فوت آقای جازه طباطبایی توی مهمونی گفتم آقای طباطبایی، من 10-12 سالگی یه همچین جایی میرفتم، مال آقای طباطبایی بود، با شما نسبتی داشتن. گفت دختر جون خب میمدی پیش خودم، داشتی پیش من نقاشی یاد میگرفتی، که من نمیدونستم ایشون کی هستن. بعدم که دبیرستان رفتم، تابستونا میرفتم هنرستان کمال‌الملک برای طراحی، که آقای شیخ استاد بودن و دائم بهلول و
طراحی میکردیم. دبیرستان همایون میرفتم، رشته طبیعی. من دلم میخواست برم جراح بشم، کنکور دادم، دندان پزشکی قبول شدم. چقدر خوب که جراح نشدم، چون از خون خیلی میترسم. بعد دیپلممو که گرفتم خواستم برم امریکا درس بخونم، که رفتم بالتیمور. اونجا دیگه وارد دانشکده که شدم میدونستم میخوام هنر بخونم و میخوام مجسمه ساز بشم. روز اولی که استاد مجسمه سازیم اومد سر کلاس، از من پرسید تو که از ایران میای پرویز تناولی میشناسی؟ گفتم نه. خب من 18 سالم بود، هنوز وارد دنیای هنر نشده بودم. به من گفت من با پرویز تناولی در مینیاپولیس هم شاگردی بودم. تو امریکا استاد من گفت تو زیاد لازم نیست پرسپکتیو یاد بگیری، تو داری مثل مینیاتور خودتون نقاشی میکنی، برو دنبال این کار. من دیدم این استاد چیزی رو در من دید که میخواست همونو برا من دنبال بکنه و پرورش بده. سر این کلاس که میرفتم همین استاد نقاشیم، سال دوم بودم، به من گفت سیمین تو هنرمندی و خواهی شد، من میبینم. برای اینکه به من اونجا تو امریکا میگفتن خانم سایی، برای اینکه من تا 8 و 9 شب هر روز تو آتلیه کار میکردم و اجازه داشتیم چیزی رو که فکر میکنیم انجام بدیم. تو امریکا من میدیدم تک تک استادا چه دقتی دارن روی تک تک دانشجوها، کی چه ظرفیتی داره و چه کار ازش برمیاد. یه روز استاد مجسمه سازی من گفت سیمین بیا میخوام ببرمت آتلیه‌ام. منو برد آتلیه‌اش و دیگه انقدر دوست شده بودیم، من باشون زندگی میکردم، باب دیلن گوش میکردیم با هم، درباره هنر با هم صحبت میکردیم. این اتفاقات در ایران نمیافتاد زیاد. خب من 3 سال در مریلند درس خوندم، پدرم به شدت مریض شدن، اومدم ایران ایشونو ببینم. از من خواستن که دیگه برنگردم. واحدامو منتقل کردم دانشگاه تهران. من 3 سال اونجا تموم کرده بودم، ولی منو سال دوم قبول کردن اینجا، که استاد من پرویز تناولی بود و یکی از همکلاسیام هم بهرام دبیری بود، که من با بهرام در دانشگاه آشنا شدم که بعد ازدواج کردیم. من سال 50 وارد دانشگاه تهران شدم، 52 هم فارغ التحصیل شدم، چون 2 سال مونده بود که تموم بکنم. دانشگاه خیلی جای خوبی بود. آقای میر فندرسکی رئیس دانشکده بودن. فضایی که من واردش شدم خیلی شبیه امریکا بود. من تو امریکا تا مثلا 8 و 9 شب بعضی وقتا تو آتلیه میشستم، طراحی میکردم، کار میکردم تا نظافتچی بیاد بگه دیگه پاشو برو بیرون، میخوام درا رو ببندم. اینجا هم همینطور بود، بسیار آزاد، راحت و خیلی فضای شیرین و دلنشینی بود دانشگاه تهران. دانشگاه کسی رو خلاق نمیکنه، تکنیک رو به شما یاد میدن. تو دانشگاه جوشکاری رو یاد گرفتم، قالبگیری رو یاد گرفتم، کمپوزیسیون رو یاد گرفتم، ولی اینکه چی کار باید بکنم اون دیگه مسئله شخصی من بود. وقتی که دانشجو بودم پسرا میرفتن تو آتلیه آقای تناولی کمک ایشون، اولین هیچشون رو داشتن میساختن. رفتم با آقای تناولی گفتم اجازه بدین من بیام آتلیه‌تون کار کنم. گفتن نمیشه تو دختری. گفتم یعنی چی من دخترم؟ میخوام بیام کار کنم.
ایشون قبول نمی‌کردن. گفتم بابا میام براتون قهوه درست میکنم. با سماجت رفتم براشون قهوه درست میکردم چند روز و میشستم نگاهشون میکردم. یه روز آقای تناولی گفتن خب فرزو بردار بیار کار کن، که دیگه موندم و کار کردم. سالها بعد ایشون چند سال پیش به من گفتن با خانومم شرط بسته بودیم سر تو. یکیمون میگفت سیمین برای پسربازی داره میاد اینجا، یکیمونم میگفت نه بابا داره میاد کار بکنه، و تو بردی اومدی کار بکنی. با خانم سالیانی یک واحد سنگ تراشی من داشتم، ولی عمدتاً آقای تناولی استادم بودن. خب مش اسماعیل اون موقع برامون گل می ساخت، تو آتلیه بود، هنوز مش اسماعیل مجسمه ساز نشده بود، که با کمک بچه ها و حمایت آقای تناولی ایشون مجسمه ساز شد. کسایی که استاد من اینجا بودن خانم محسس، آقای حمیدی، آقای پاکباز، آقای اشلامینگر و آقای تناولی. آقای پاکباز خیلی ازشون یاد گرفتم. ایشون تاریخ هنر درس میدادن و بسیار کلاس‌های شیرینی بود، بسیار. یعنی من هر چی دانش هنر دارم از آقای پاکباز گرفتم. با آقای حمیدی و خانم محسس واحد نقاشی داشتم. الان دارم فکر میکنم طراحی با کی داشتم. حتما یعنی ما طراحی هم با آقای حمیدی و خانم محسس میکردیم، هم نقاشی باهاشون میکردیم. سوال من این است که این کودکی شما تا کی، تا چه زمانی حضور داشت، همراه شما بود؟ هنوزم هست.